سیدتاسو چپ سید سیدتاس د خراسان مشر راغلی دا. سلام علیکم برادر قنداغا، رئیس مقامات سیویاک میلونو 960 نفر مقامتگارا، خوش آمد. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام جناب جنرال صاحب، امی جبه ملی مقامات از نام ما استفاده میکنه، اینا را پایین پردین، اگه انسان توهینگراست توهین میکنن، از نام پنشیر از نام مقامت ما استفاده میکنن. نه پایان نمندازه ماشین امی جا باشه، سگ وردان وی خود بخشی دان خود بسته کنه خلاص. سلام بر شما و به تمام اعضایی که برادرای در بالا هستن. در پایان کسایی که خراسانی هستن برشان درود، و کسایی که خود افغان میگن بر از اونا سلام. یکی از خصلت‌های نو جبهه مقاومت اگر بر ما بگویی، چون اینجا جبهه ملی است، شما جبهه ملی نیستین، نه؟ وای دا حکاتش یا خدا زدک دروغ میگه، این کس کسی خوستی است که خدا زده، این کسی است که خوست است که ناقی اینجا آمده به نام جبه مقامت گپ میزنی. شیخه دا تی وردو که واچه وا یا وردو که ارتوا چه وا جبه مولی مانده نباشی. جبه مولی دا تی وردو که واچه وا دا چتی چتی غگیگی دا مغنا سوا خلقی توب نکل آغا سولی مقاومتی سولی که پرچمائی بی مخصوصا کم تیسا بون جا زویت تروس هم ماشین تی دونه که یلکی دا دوم رکم کلی تو از بپلار تا ویا پلار تا ویا بچه یا ما کل دا پسار که خودش تا گیره دا دونه پریکی دا ایت سو دیت نا خود کاکل کاکل سر تراغ بیا تا فتا بیا پا کونه گده اوم کاکل سر تراغ لاؤسا دا ودر اگا شیخ دا دوم را بیا کل سرائی دا که دومره بیا خل سړای د تسره ډیر مغه گی گیا ورځ یا ورځ رو رګوله په بایسکل یو شیخ دی وهلې یو ښا داس بایسکل باندې وهلې دا ټایر ډایرکټ دته په دې هغه کې ورننه وتلې دا څورته وای دا په کې د سیاغ کړي زوبل کړي نو دای څورته وای ګیره ته د ګورا خله کې تیات کوا غور تلې ورو را دا ګیره د بایسکل بریکونه خونه دی خونه ته ولګې دی خوست دی ګیره په دکې څه ګناه ده دا دوم رحمق سړی دا جادی نار پښتون سره واله ما ما کاه ما کاه پهین ما کاه ته هغه چې تر اوسه ما سه پهین کړه هغه یې داسې لکه علاوه شوم دې دا څه چې خلې نه پهین او دا می غریب ګوځي برنجي تورین نه کې دي تاسو صفات کې دي دا دا قنداغا را ولو قنداغا را ولو کاته وو دې کوش نه مندازا ان شاء الله نه مندازا نه مندازا صاحب نه مندازا خو قنداغا بیا ده بله فعلا حضور ما در کوه هندوکش است. ببخشیم که امی ستلایت ما هم چارجش کم است، یکمه اگر صدای ما چی پیدا میکنه، پرازیت پیدا میکنه، دیگه او را شما ببخشیم. خدا بخشه. اینی دیگه که هست که می عکس بزاک چینی را که مانده ایمه به شما از خوست هستن ایلاوده یک دفعه استاد تمامد نورم گفته بود از لوگر است. بله بله باز چند بار خدا پنشیری معرفی کرد و این باعث بدنامی ما میشه، این باعث بدنامی جبه مقاومت میشه، از نام ما استفاده میکنه و خودش افغان است و بسیار بیعقل است. ما به افتخار میگم افغان است و متواره نیستیم که خود تو شده نمیتونی شما دکتر عبدالله رو گفت شما به نوبت دقیقه ولی کتکیگی یاره شما به نوبت گپ بزنین هر دوی تان، چون مقامات ملی شما باید به رهبرتان بسیار احترام قائل باشین. قنداغا که هست تک 31,960,000 نفر کلش رهبرش است و شما بسیار به احترام باید بازو صحبت کنین. خب؟ او کدام دوغ فروش و بادرنگ فروش نیست که تو خطشه تو بحث میکنی و گپای خود خلاص کرد، باز بعدا شما بزرک خلمی مال که تانه خلاص کنن. نه قسمی قوی نکو جنرال صاحب لطفا، اگر مرد است مولانا پاکستانی یک گپ دینه برای مولانا فضل رحمان یک گپ دی که صداقت دروید میکنه. چرا ما با علم چرا توهین کنم؟ چرا بزرک خلمی؟ چرا به قهرمان ملی قهرمان برا قهرمان ملی زور کنم؟ چی قهرمان؟ کدام قهرمانی؟
ای قهرمانی بود که نجیب آزاد ای قهرمانی بود که حکومت نجیب سرنگون کرد. نجیب کی کشته؟ نجیب پاکستان کشته؟ نه حکومت شکی از بین برد. حکومت شکی از بین برد. چوب باش که قنداغا آمد. چوب باش جناب جنرال صاحب، اینمی اهانت است که ما رهبر 31 میلیون خراسانی را از لایف چندین بار اینمی مدیراتورای شما پایان مندازه. نه نمندازه، ولاگ مندازه. اگر بهترانی میکنین بازما دگر نه سر اصلا نمارم. شما ساتلایت تان کس چارجش کم است، قربانتان شما را کس پدر کس پایان انداخته نمیتونه می بزه که خیلمی را شما بفهمانین. توهین نکنین اینمی انسانم کجا آمده، انسان سالوس و ولنگار باعث بیابروگی ما میشه. از خاطر از اینمی چندین بار شما بز خیلمی گفتین. ما امی واژه بزو خلمی را ممنوع قرار دادیم بزرگوار. اینمی را امی حتی امی واژه را دیگه اجازه ضرورت نیست که کسی استفاده بکنه دیگه. اگر کدام سوال در رابطه با خراسان دارین، امی برادرهایی که در پایان خرستانی نوشته میکنن، بگو بزرگوار خرستانی نوشته نکن. به احترامی نکنین و خدا برتان به احترامی میکنیم. نه نکنین، به احترامی نکنین، نکنین. شما قنداغا بیادر، شما دین روز تا ماده 35 قانون اساسی تان ماده 35 فقره 11 را تشریح کردین. اگه امروز چند تا از فقره های قانون اساسی تان و ماده هایشان را به مردم تشریح کنین. یکی از قوانین دیگه ای است که قوانین حقوق زنان در رابطه با فقره ش بگو. قانون حقوق زنان ماده 41 و بند 17 در اینجا آمده که قسمی که پشتونا یا افغانا یا دیگه اقوام، هر مردش اجازه داره که چهار دانه خانم بگیره، یک دختر خراسانی هم اجازه داره که چهار دانه شوهر بگیره. چون که قانون زن و مرد باید که یکی باشه. بازی را فکر کردین که یک زن چهار تا شوهر بگیره، بس چطور معلوم شوه یعنی پسر از کدام شوهرش است؟ بله 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 بله. امروز ما فکر کردیم، امروز جهان پیشرفته شده. امروز اول قوارش میبینه که قوارش طرف کدام شوهرش رفته، بینیش، چشمایش، و بغیر از اگر فهمیده نشد اوجا میرن معاینات دی ان ای میکنن. در معاینات دی ان ای تمامش معلوم میشه که مثلا امی خرستانی بگو نشه نکنین صاحب، امی بهترامی نکنین، نکنین، نکنین بهترامی. خب خر تنانو مشته کنین کدام مشکل نه؟ همین خرستانی نشته نکنین، کس خرستانی نشته میکنه، کس خرستانی نمی مشکل ایجاد به احترامی است، خوب نیست. بر رهبر 31,960,000 وزیر خارجه تان کجا است؟ وزیر خارجه ما من قریب تشریف میارن و این 960 را که ما میگیم تحت حکومت خراسان ما 960 فامیل هزارستانی داریم. اونا هم تحت پوشش گرفتیم. انا ما رهبر خراسانی ها نیستم، رهبر هزارستانی ها هم هستم و اینی 960 که هست کد هزارستانی ها هستن. که اگر یادتان باشه یکی از بزرگا در فضای مجازی ظاهر شدن و گفتن که در دوران جمهوریت انا در ساحه دشت و برچی 960 معیشت خانه وجود داشت. اینمی قیلون خانه و معیشت خانه تنها در دشت و برچی بود و ما فهمیدیم که امروز اینمی هزارستانی ها که هستن اونمو معیشت خانه های از اونا را شما بسته کردین و اونا هم در خارج دست به احتجاج زدن و بیرقهای هزارستانی را بالا کردن. ما هم اونا را تحت پوشش گرفتیم که در آینده وقتی که خراسان آزاد کردیم اینها را برشان وظیفه میتیم در قیلون خانه ها، در نایت کلاب ها. شما کماندان صاحب خراسان از کدام طرف آزاد میکنین؟ از طرف پایان، از طرف بالا، از دست راست، دست چپ، چی رقم آزادش میکنین؟ اینا حالا خراسان را که ما فعلا سرش صحبت میکنیم، این خراسان اینمی بخش شمال افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران و ترکمنستان، اینمی ممالک را ما از شمال افغانستان حرکت میکنیم، تاجکستان هم میگیریم و مقر ما، پایگاه اصلی ما در شهر دوشنبه فعلا که آقای امام علی رحمانوف است
اونمو پایتخت خراسان خواهد بود و ایران، تاجکستان، ترکمنستان و اینمی بخش شمال افغانستان یک جا کرده و شما افغانا را پشت کوه سلیمان روان میکنیم. خب قنداغا فقره 39 ماده 39 فقره 41 برای ما اگه تعریف کنیم. در ماده 39 فقره 41 آمده که اگر یک خراسانی، یک خراسانی میتونه که هم جنسگرا باشه، یک خراسانی میتونه که خدا ناباور باشه. 85% خراسانی های ما امروز خدا ناباور هستند و تنها 5% خراسانی ها مسلمان هستند. خودم هستم اعضای کابینه است که ما شکر الحمدلله مسلمان هستیم و به خاطر نیمچه مسلمان هستیم ما اعتبار بکنیم جناب جنرال صاحب که صبح از خواب میخیزم اولین شکر میکشم، میگم خدا شکر که ما مسلمان به دنیا آمدیم و نمازم میخوانم، همی امروز نماز جمعه هم خواندیم. دیگه اعتراض که باز ما در خراسانی ها به خاطر که بر شما گفتم که مردم روشن فکر داریم، مردم آزاد مجاز داریم، یعنی مردمی هستن که فکرشان روشن است، رفتن برادر خدا ناباور هستن، مثلا بعضشان در دیگه مذاهب رفتن به خاطر اخذ ویزا پاسپورت دیگه ممالک، کسی عیسوی شده، کسی برادر هندو شده. و نشان خراسان امو دنبوراس یا کدام چیز دیگر هم قطعش وصل کردن؟ سعی کنین بیرق خراسان، بیرق دین روز هم برتان گفتم که بیرق کاوی علوی ساز است و این بیرق همرنگ بیرق همجنسگرایان تمام جهان است، چون که ما با مردم میخواییم وانمود بسازیم که ما مردم بسیار پیشرفته هستیم و جهان ما را بپذیره. امروز که شما را جهان به رسمیت نمیشناسه به خاطر که شما مثل ما را پیشرفته نیستیم. ما برادر همجنسگرایی را قبول داریم، ما قبول داریم که زن با زرد آرسی کنه، مرد با مرد، مشکل نیست. حتی یک خراسانی میتونه که امی جنسیت خود را تغییر بده، مثلا یک خراسانی قطبوز آرسی میتونه. نه بوز نگوین، بوز نگوین، گوسفند شیر سوخته بگوین یا گوسفند لاغر بگوین. یعنی بوز که میگن قهرمان اینترنشنال شهید احمد شاه مسعود در یکی از بیانیه خود گفته بود که وقتی که اینها در مقابل روس می جنگیدن تحت محاصره قرار گرفته بودن، مدت 8 ماه برگ درخت خورده و یک بار دیگه گفت که به مدت 6 ماه سبزه خورده. به مخاطر مردم همین لقب بوزه بر از اونا دادن. شما هر بار که بوز میگین شما توهین میکنین بر از بزرگوار ما. لطفا اینمی که واژه بوز، واژه آیفون 14 و مثلا نام بعضی بعض نام ها که از مثلا آقای سلیمانی، مثلا اینمی واژه ها را، اینمی را که استفاده میکنن خلاف قانون اساسی. قند آقا یک چیز دیگر که برای بشننده ها شما باید توضیح بتین از خراسان کبیر، کسی که دنبوره را یاد نداشته باشه یا زنگ و جامانه نمیکنه و یا رقص نمیکنه، عضو کابینه تان میتونه شده؟ در کابینه خراسان ببینین ما امی مای که تان اگه یک دقیقه بند کنین که ما میره صحیح تشریف بودم بخاطر ما یک دقیقه یال دستی بندش میکنم. میره امی چند فقره و مادر اگه متصل یکی پشت دیگه شما چی کنین وضاحت بتین باز دیگه مردم خوب می... بله، یکی از قوانین در ماده پنجم بند 4 قانون خراسان آمده که هر وقتی که یکی از اعضای کابینه تعیین میشه، یکی از وزرا، این ریکوایرمنت خاص خود را داره، شرایط خاص خود را داره و یکی از شرایط ای است بزرگوار که ما نمیخوایم که کس دیگه در بین خراسانی ها ما را بازی بده و بگه ما خراسانی هستیم و بیای جا بگیره. ما امتحان ما چی رقم است که برادر یک وزیر صاحب مثلا کاندید را استاد میکنیم و دنبورا می نوازیم، اگر شانه هایش به شور آمد میفهمیم که نمی آدم خراسانی است و اگر رخصت میفهمیم خراسانی است و اگر شانهایش بشور نامد میفهمیم که برادر یا پشتون است یا از کدام قوم دیگه است، میخواهی که ما را بازی بده و در کابینه ما اینا ایجابیان تو تشریف بیارن. دیگه شرطشی است که اقلا از سه الا پنج آهنگ میر مفتون صاحب را اینا از یاد داشته باشن و در این زمان از کتاب مقدس ما، از شاهنامه هم 3 جلدش باید که اینا حفظ کرده باشن و به شاعرای ما احترام داشته باشه و اینمی کدام مشکل با همجنسگرایی نداشته باشه
و او را در یک اتاق با یکی از اعضای کابینه دیگه در اتاق اونا را یک جا جاگزین میسازیم، میبینیم که کدام مشکل با همجنسگرایی اگر داشتن قبول ما نیستن، به خاطر که چیزی که قوانین جامعه جهانی امروز ما تطبیق میکنیم سر خراسانی ها. دیگه اگر سوال داشته باشین ما. تشکر قند آقا بدر. همی یک نفر از خراسان انترنشنال به خیالم شبکه خبری شماست. بله بله بله. یا محمد خراسان انترنشنال منده نباشه. درود و سلام به رهبر صاحب بزرگوار قند آقای خراسانی، رهبر 31,960,000 خراسانی. تشریف آوری شما را خیلی مقدم میگم بزرگوار. مهربانی کنن. وعلیکم درود. وعلیکم درود. مهربانی کنه، من شنونده هستم فعلا بزرگوار، شما حرفایتان را تکمیل کنید. بخیر سلامت باشین. اینا در ضمن نزدیک رئیس نشرات ما هستن، بادیگارد شخصی بنده هم است، در بعض لایفات تشریف میبرم، اگر خدای نخواسته کسی با ما توهین بکنه باز اینا از ما دفاع میکنن. خو شما من میتونم به کدام قوانینی که شما دارین عضو امی خراسان کبیر شوم، چی رقم کدام کارا را ما باید انجام بدم، کدام سرتیفیکیت باشه، قطعه تعلیمم چقدر باشه؟ ما در خراسان کس را کوز میگیریم، با تعلیم ضرورت نداره چون که ما خود ما اونا را تعلیم میتیم. و در این زمان ای را باید بر شما بگویم که ما چند نوع شهروندی داریم، شهروند درجه اول، شهروند درجه دو، حتی تا شهروند درجه پنج هم ما داریم. شهروند درجه اول کسانانی هستند که قلبن روحن خود را خراسانی میگن و مسلمان و خراسانی هستند و ما میفهمیم و اونا از رسم رواجات ما خبر دارن، از دنبوره ما و از دیگر رسم رواجات، مثلا زنگ جامن را بد نمیبره، باعث خوشیش میشه. اینمی رقمی که بر تاندر لایف گذاشته گفتم، وقتی که قهرمان انترنشنال احمد شای مسعود وقتی که خسته میشد، یکی از بادیگارده خود را میگفت که یک دقیقه دنبوره بنواز، اونا که می نواختن روح روان شاد می شد و اینمی خودش یک نشان خراسانی بودن است. شما برادرایی که خود خراسانی نمیگن، افغان میگن، شما شهروند درجه 3 هستین و اینمی رقم خودت آقای جنرال مبین خودت شهروند درجه 5 هستی فعلا. دانست ما وقتی که ما خراسان را بگیریم، تنها از طریق فضا از طیاره میتونی که بالای خراسان رفت آمد بکنی و در داخل خراسان اجازه نداری. و شهروندان درجه دو دیگه، شهروند درجه دو که از دیگه اقوام هستن، مثلا اقوام هزاره، مثلا ازبک، امیر رقم دیگه ترکمن و دیگه اقوام، اونا شهروندان درجه دو هستن. شهروندان درجه سوم کسانی هستن که در آینده وقتی که خراسان را به دست آوردیم با ما خود را یک جای میسازن. و شهروندان درجه چهارم کسانی هستن که از دیگه ممالک در خراسان مهاجر میشن و با ما بر از اونا شهروندی میتیم. قند آقا بدر، شما چی وقت مقامت مسلحانه را شروع میکنین؟ یا مقامت شما صرف به زنگ و جامان از ذهنان مردم بیرا میکنین بعدا وارد کابل میشین؟ چی رقم شما خود جنگ منگی چیزا نیسته که چما تو چی رقم مقامت هست؟ فعلا بابای هندوکش جناب قهرمان آینده، شهید آینده و قهرمان امروز قسمی که احمد مسعود هم گفت، فعلا حسیب قوای مرکز اونجا به نمایندگی از ما خراسانی ها حضور داره. امروز حسیب قوای مرکز او خود دزد است، او خود موبایل ها را دزدی میکنه. دزدی کردن از خود جرات کار داره، هر کس هم دزد شده نمیتونه. یک دزد اقلا باید دو چهار گردش باشه که دزدی بکنه. این دزدی کردن هم کدام کار آسان است؟ و یک متل خراسانی ما داریم، گر ضرورت بود روا باشد، گر ضرورت نبود بد بکند که بزند. وقتی که ضرورتش بود همشی یک کار را کرد. این مطل در کتاب، در شاهنامه، در کتاب مقدس ما آمده. در هنگام ضرورت اونمو انسان وقتی که اگر دزدی کرد هر چی کرد، دیگه یک مطل دیگه هم داره میگن گذشته را صلوات. و او کار گذشتهش بوده. بعدن کی زیموار است که شما باز سر قدرت میاین، باز اونمو موبایل دزی استک، باز اونمو لندغری استک، باز اونمو بزی چینی سالگردشه شما تجلیل میکنین، مردم هم میکشین؟ چی بس گفتین شما؟ باز این قانون از زیر پا کردین. ما به مردم خود
ما به مردم خود اطمینان میتیم وقتی که خراسان گرفتیم به هر خراسانی ماهانه 4000 دلار پول نقد. بر از اینا می قسمی که در دیگه ممالک سوسیال میتا پیسه ما امرایشان ماهانه 4000 دلار کمک میکنیم که دیگه دست به دوزی برادرکشی اختطاف و موبایل دوزی و امثال هم نشوند. و اینمی پول را که ما بر از اینا میتیم چون که امروز یک روپه خراسان یک پول را که ما چاپ کردیم یک روپه ما مصادف با 4 دلار امریکایی است. با می پول کدام تاریخ چاپ شده و در پول تصویری کی است و فعلا در کدام کشورها قابل چلش است؟ تصویر ما است. نه با بزرگوار در این پول تصویر قهرمان اینترنشنال احمد شای مسعود است و در این پول عکس استاد برهان الدین ربانی از اونا است و استاد عبدالرب رسول سیاف را هم در آینده اگر او را تنها بر یک دروپگی و دروپگی از استاد سیاف را هم شاید عکسش را چاپ بکنیم و عکس قهرمان آینده ما حسیب قای مرکز را هم در او پول چاپ میکنیم. اگر شما در جمن عکس یک حیوان را نصب کنین فرض مثال بز، گاو، خر از این چیزا بهتر نیست؟ این خراسان از فارم و مالداری خو نیست. فارم و مالداری داریم. ما در باره یک مملکت گپ میزنیم که تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان تمام این ممالک در بر میگیره. امروز ببینیم که آقای امامعلی رحمانوف ما برادر دفتر از او مقر ریاست جمهوری خود اعلان میکنیم. تو فکر میکنی که او اجازه میده که من عکس بزد عکس از او در پول از او چاپ بکنم؟ بسیار میبخشی. اینم یک نفر است. شما با دکتر نجیب چطور هسته؟ من خواهم دکیاله. ما به هر کسی که در گذشته بوده یا حال بوده کسایی که از قوم پشتون بوده یا اوغان بوده ما امروز از اونها هیچ کار نداریم. ما از خود قوم خود داریم. ما انانات و رسم رواجات و حکومت و نظام خود را داریم و شما هر کسی که به زبان پشتو ده او وقت هم گفزه ده حال هم گفزه اینا را میرانیم پشت کوی سلیمان و از کوی سلیمان به این طرف تا به تاجکستان، ایران همی قبلاغا بیادر احترامانه از میلندگرایت یا فرض مثال از می خراسانی های تقاضا کوی بر ما توهین میکنه باز ما مجبور به رهبران و به سران و به خطا به خود توهین کنه. ما بزرگوار اوجا مردم خرستانی نوشته میکنه. تو برشان گفتی که خرستانی نوشته نکنه؟ گفتم گفتم رهبر سه بزرگوار اینم اینجا نام ما را منشان میکنن به نام خان اوغان و نمور اگه این دفعه منشان کد نام ما خرستانی نشته کده رئیس امور اگه میوت کنن توهین دارن و برادران امو خان اوغان لایف میگیره ما را رستازی میگه خرستانی میگه خرستانی هم میگه شما خرستانی نگوین ما انسان هستیم اقلا سعی کنین ما چی ما بیادر تا میشم از لایفیت این رقم دیگه نمیشه نه سر نه نکنن تو با نکنن توهین نکنن بیادر پدر معنوی و رهبر 31 میلیون خراسانی رو دلک به دامده و توهین میشه ملکی خالی خر رو لیکی بس نه نکنن او بیادر اینمی خرستانی یا خراسانی خب از ارمی برمی برمی نه خوبی خب خنده آقای علی گپ بسه که یالی تو خویا یکی تان خر میگن یکی تان خرستانی میگن خو نکنه نو بیادر خو خنده آقا بیادر امی خراسانی هارم بگو او جا نمشته میکنه نسل انتحاری و نمیفهمم چی و چی هارم توصیه کن بشکه زرد خود که میگه یک روز یک تو افغان گفتم گفتم شما بشکه زرد هستی که ما افتخار میکنم گفت ما بیادر گل بشکه زرد ما چلاش مملکت او بیادر ما چی کنم خدا کنه کل دنیا رو شکست داده باشه مرم خرستانی نگو کلان مرم بز نگو با کلان ما احترام کنم با کلان احترام کنم چه بیادر خود چینی میگی امی خودت گفتی که نماینده 31 میلیون نفر در اینجا کتان صحبت میکنه امی ما خواهان هستیم خراسانی خود نیستیم 31 میلیون خراسانی در افغانستان از کجا شد ما برد حسابی میتم ما گفتیم 31 میلیون خراسانی در تمام جهان در می خود مملکت را که شما امروز نامش افغانستان میگین در اینجا 40 میلیون نفوذ داره صحیح 31 میلیونش خراسانی است 3 میلیون افغان است 1 میلیون هزار است دیگه بدر گل دیگه ایماق و قیماق و امثال هم است 31 میلیون کجا است جنرال سیب قیماق هم است او
همیشه 1 میلیون خراسانی در کدام منطقه است بیرو خوب ما بگو. این همی خودت هم خراسانی استی گرم استی نمیفهمی خلاص. ما قصر ما بابا بیادر ما خود در تکلیف اصاب ندارم که خود خراسانی بگو. تو اگر رسم رواجات خراسانی ها را بلد شوی اینم امروز عذر بر ما میکنی که جناب اندقای خراسانی مرم میشه اگر یک تذکره یا عضویت ما تذکره توضیح کردیم بزرگوار. ما نه علمی 31 میلیون نفیوزه که تو میگی خراسانی را در خو دیده یا در بیداری گپ میزنی؟ ای سعی کنین هر کسی که به زبان فارسی در ایران گپ میزنه در تاجکستان گپ میزنه خود خراسانی میگه خراسانی است. در داخل افغانستان هم هر کس اینمی هر کسی که به زبان ما گپ میزنه کلشان خراسانی است. ما زبان فارسی در افغانستان میگیم. زبان هستی آ تو در زبان هستی در زبان ما مربوط ما نیست. در زبان ما کار نداره. تو بیادر افغان است یا افغان میگی خود افغان میگی در زبان ما کار ندارم. کسی که میگه افغان نیستم کسی که بیادر خود از افغانستان نمیدانه اونمو مربوط ما میشه خراسانی استن. تاجیکا هم تاجیکستانی ها هم خراسانی استن. ایرانی ها هم خراسانی استن. ما اینمی شمال افغانستان ها. با تاجیکستان با ایران با ترکمنستان ازبکستان یکی کرده وانم خراسان را ایجاد میکنیم. خودم رهبر 31 میلیون خراسانی و در این زمان صدر اعظم هم دمیز پایان لایف خنداغا همی چی که است میر پوتین رئیس جمهور روسیه یا هم خراسانی است؟ اگر اونا خراسانی می بودن همراه ما کمک میکردن اونا خراسانی نیستن مگر اینمی آقای امام علی رحمانوف خودش یک خراسانی اصیل درجه اول است و ببینین که کل رسم رواجات ما را امروز تطبیق میکنن در تاجیکستان چون که تحت قمانده این جانب اونا کار میکنن. جنرال صاحب در مجرم کوچه را وقت لسه وی در همزت وقت خوجه صاحب شما قد قنداغا در چی کنین دسکشن کنین من تا او وقت گواه خدا میدوش یک روشن اندازی باید برتان بکنم. ما یک مدیر تذکره داریم به نام مدیر فایق مدیر اسبق تذکره ما بود اونا را فعلا از وظیفه منفک ساختیم. اگر کسی میخواهد که خراسانی شوه بره با اونا ارتباط بگیره تذکره را توزیع میکنیم از طریق واتساپ و جناب مدیر صاحب هم اگر در زیر لایف دین روزم تشریف داشتن اگر فعلا هم فایق جان در زیر لایف تشریف داشته باشی فایق جان هم یکی از افتخارات ماست. اینا 8 سال عروسی کردن یک بازباز از 8 سال فهمیدن که اینا هم جنسگرا هستن یا بچه باز میگین شما برش کشور شما در کجا هست در خراسانی سر؟ ما فعلا یکانه مشکلی که داریم ببینین بزرگوار ما پول چاپ کردیم قانون اساسی داریم بیرق داریم کابینه داریم یکانه چیزی که نداریم همین جغرافیا نداریم. نه در کجا دوریم؟ با تذکره به نام کدام کشور میتیم؟ به نام خراسان تذکره ما به نام خراسان است و پاسپورت خراسانی را اگه بگیرین توسط پاسپورت خراسانی بدون ویزا در تمام ممالک جهان شما میتونین رفت آمد بکنین بدون ویزا کشور غیر از افغانستان ها؟ بله بله فعلا اون مشکل است که جغرافیا ما نیست جغرافیا نداریم مگر بدون ویزا در هر مملکت بخواین رفت آمدتان حتی در بعض ممالک اجازه ضرورت به عقد خریدن تکت طیاره هم نیست. امی بعضی کشورها است که قنداغا بیادر و با سگم پاسپورت میتن و تذکره میتن با حیوانات هم میتن شما هم تذکره میتن با سگ و با حیوانات؟ کدام نوع حیوانات مثلا نام حیوانات فرض مثال سگ بز بز نگو بز نه بز بز گفتم که قانون خراسان خوش گوسپند شیر سوخته خیر ببینی با گوسپند شیر سوخته اگر کسی به خاطر تجارت اگر از پیشون استفاده میکنه پاسپورت نمیتن بدون پاسپورت میتونن انتقال بدن و اگر کسی یک گوسفند شیرسوخته را یا یک سگ را یا پشک را به خاطر خانه به خاطر ساتری استفاده میکنه باز به با اونا ضرور است که پاسپورت اخذ بکنن. بله ما امید نماینده تلویزیون شما هم ایجا تشریف داره میتونیم که از یام خبر روز پرسان کنیم که امروز چی خبرهای بود در خراسان کبیر؟ باز هم درود و سلام به شما. وقتی که رهبر صاحب باشه ما به خود اجازه نمیتونم حرف بزنم
شنونده است وقت که باز اونا گفتن اجازه دادن من حرف خودم میگم. دیگه فیلم بزرگوار وزیر صاحب خارجه در پایان لایف اگر حضور دارن از اونا هم خواهش میکنم که بیان بالا. جناب سخنگوی صاحب هم دین روز گفته بود که میخواه یک سخنرانی بکنه، اگر جناب سخنگوی صاحب خراسان هم وجود دارن هستن در جلسه بودن، در جلسه بودن من تماس میگیرم، اگر بیان من برشان تماس میگیرم. ما یک جلسه استراری داشتیم درباره روز تجلیل 18 سالگرد شهادت قهرمان اینترنشنال رحمت الله علیه، و ما خودم در جلسه حضور داشتم که بر ما احوال آمدن که جناب جنرال صاحب مبین لایف آمده و اگر میشه همراهشان بعضی مناظره بکنیم، و ما خودم جلسه را رها کرده ایجا. خیر ببینید جناب قنداغا صاحب رئیس کل خراسانی بزرگ، وزیر خارجه تان فعلا تشریف نداره در برنامه ما، اگر آمد حتما وارا میگیریم. شما یک جان تشکر که بایق مصروفیاتتان که ریاست 31 میلیون خراسانی یا به اصلاح وی حیوان نه چی خراسانی ها را به عهده دارین، باز همان در لایف ما شرکت میکنیم. تشکر امی بخیر، سلامت باشید. لطف میکنم از بینندگان خود که امی شتیکار بز چی نکنن، گوسپند شیر سوخته را بندازین، کدام مشکل نداره، چون قنداغا باز چی میشه. بیرموز پخش کنین که در لایف را سوخته بیا قلادم از سوخته. والا قنداغا تا هم دیسیار شوقی بارم ادیم تو هم زن ببخشید که همینجا اخلال آمد. همین یکی از بچه های گروپ ما همینجا دنبوره را پلی کردن، معذرت میخوام. سلامونه قبول که جنرال سیر تو لند پاس دوستان کل سلامونه قبول که خواست نیست من. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جنرال سیر در مجرم کوچه راپورت که در مجرم کوچی پنام مانده اونا پرده یار مجرم څه کې ورور دا ولا کدا غا چندان نوم می مجرم کوچای دا مجرم کوچای دا یار نه دی کې اما کمنټ کې د پښتنه و کې مونږ جواب ورکو امی برادرای کې خرڅونی او ځان اشنا مې کنه بزرګور رهبر صاحب نمی جما از خودت یک خواهش دارم دا مونجا مدیر تذکره ما از بق ما که از مردم پول اخذ کرده بود باره تذکره و معلوماتشان به دولت طالبان رسیده، اگر دمی باره کم خواهش کنین که اون لیست پاک کنه معلومات چیز نکنه و غافل شدن، دمی باره کم اگر معلومات بتین و خواهش کنین از جنرال صاحب که مسئله را حل کنه. اینا اگر قبول بکنن جناب جنرال صاحب، ما امی مدیر از بق تذکره ما آقای پایق یک تعداد تذکره را با پول نقد و قسم بدون اجازه ما رایگان گفته بودیم، اونا را به مردم به فروش رسانده بودند و قسم دیده میشه حکومت و طالبان اون وبسایت ما را هک کرده و کسایی که تذکره را گرفته تمام معلوماتش به اونا رفته. اینمی را اگر شما از مقامات یک خواهش بکنین که اگر اینمی اشخاص امی لستشان را اگر شوه قسم شوه که همراهشون مثلا برشون کدام مشکل داینده ایجاد نشه، اگه این لست مخفیانه از بین ببرن. فهمیدم قنداغا با یک شرط اگه شما در دشروع مردم عده بتن لا حولو لا حولو الله در لایف هستم تو دمگوه بنده ببخشید یا شی ببخشید راز و غفتان مبره نه جلسه را میبینه نه برنامه را میبینه نه بیادر سیمینار را میبینه نه فاتحه را میبینه یک دفعه دنبوره از پشتان سر میگیره قنداغا بیادر ما شما اگر در پیشروی مردم در پیشروی نمی مجده 2000 نفر اگر یک وعده بتین که بازی جرم تکرار نمیشه شاید ما یک چیزی اقدامات کنیم. بابا چمی عکس بزن اندازن خیر ببینی جناب جنرال صاحب. ما ایتر است که اونمو مشکل از پیش یک انسان روانی ما کسی بر ما کسی را به نام مدیر فایق معرفی کرده بود که نمی یک دو روز مکتب خوانده نمی را اگر یک وظیفه بر از اینا بتین. ما اینا را مدیر توزیع تذکره تعیین کرده بودم
و اینا یکی خو تذکره را با پول به مردم فروختن، رشوت گرفتن و در این زمان انمی وبسایت از پیش از اینا لیک شد و دیدیم که بعض مشکلات در بعض جای پیدا شده. ما بر شما وعده میتیم که در آینده اگر تذکره توزیع کردیم به قسم قانونی کماندان صاحب چی لیک شد؟ من نفهمیدم، موبلاین لیک شد، گایس لیک شد، چی؟ نخیر، امی ویب سایت یکنم چیز دیگر لیک، امی ویب سایت حق شده بود و اسم کسانان که تذکره گرفته بود و نمو و نمو مشکل را اگر شما حل بکنین در آینده ما برتون تعود میتم. میشه قماندان صاحب، قنداغا بسیاری از اطلاعات نمیسته که شما 20 سال طالب بنام پنجابی و بنام غلام و مزدور پنجاب یاد میکردین، اما بسیاری از سران رهبرایتان به شمول خودتان فعلا میگر در لاهور هستین، در اسلام آباد هستین، مراکز دارین، جلب جذب میکنین، ترنینگ سرترا دارین. البته شما خود ترنینگ دنبوره را میکنین، نه؟ بله بله. خب اینمی کل ترنینگ سنترا را در اسلام آباد روزانه دنبوره. شما چطور میتونین مردم با تفنگ مقاومت میکنه، شما با دول و دنبق و با ساز و سرنای و با زنگ و جامان و با دنبوره چطور میتونین شما با پیروزی برسین؟ در گذشته هم تجربه نشان داده که خود دنبوره انرژی بخش است. فکر بکنین در گذشته ردبول نبود، در دوران وقتی که قهرمان انترنشنال، وقتی که در مقابل طالبان می جنگید و پیش از در مقابل روس که می جنگید، در او اخر ردبول نبود. یگانه چیزی که روح روانشان شاد می کرد و انرژی به اینا می بخشید انمی خود دنبوره بود. و در این زمان زنگ جامن هم، زنگ جامن ضرورت به این است که مثلا که وقتی یک بچه رقص میکنه باز امراه از او هم خوابگی بکنه. زنگ جامن به خاطر عیشت و معیشت، به خاطر از این که یک انسان وقتی که خسته میشه باید از او لذت ببره. و اینمی خود دنبوره یک اسلحه است. ببینین که در وقتی که طالبا آمدن اینمی وطن ما را گرفتن، در سرای شمالی از خانه هر مقاومتگر 2 میل دنبوره گرفتن، دنبوره های از اینا را عریق کردن و در دادن، بعضشان را میده کردن. بله. و اینمی خودش ببینین امروز ما اسلحه به دست نداریم، امروز توپ و تفنگ نداریم، امروز ما هجرت کردیم، عقب نشینی تاکتیکی کردیم. یگانه اسلحه که ما امروز به دست داریم و اینمی که شما را میلرزانه و از پیش شما میترسین اینمی دنبوره است. و اینمی سعی کنین مقاومت به هر طریق میشه. کسی از طریق هنر خود مقاومت میکنه، کسی از طریق زبان خود مقاومت میکنه و کسی برادر از طریق اسلحه. ما که اسلحه نداریم، یگانه راه مقاومت ما اینمی است که مردم را، ذهنشان را روشن بسازیم، ذهن سازی بکنیم و بر از اینا بفهمانیم که برادر امروز طالب دنبوره. شما در بنام وزارت اینمی دنبوره کدام وزارت هم دارین؟ و فکر کنم آریانا سعید یکی از ممتازترین جنرالای مقامات شماست. نه خیر، تحت وزارت اطلاعات و فرهنگ ما معینیت ها داریم، معینیت های دنبوره، معینیت زنگ جامن، معینیت قیچک و امثال هم و دیگر معینیت ها و ریاست ها ما بسیار داریم. و در اینجا ما چندین نفر کاندید داریم در این وزارت. آقای لطیف پدرام کاندید وزارت زنان است، چون که تحت وزارت زنان ریاست همجنسگرایان را داریم و اونا کاندید وزارت زنان هستند. اینمی رقم چندین نفر کاندیداتور داریم به وزارت اطلاعات و فرهنگ. یکی از اونها آقای میر مفتون است و از خانم ها خانم آریانا سعید که مشهور به خانم توسعه ما است، توسعه یا مادر معنوی تمام خراسانی ها، و اونا هم یکی از کاندیدورا هستند. قماندان صاحب چرا شما انتخاب مرک خنده اما تو خنده آمدی جک چیزی را دیدم قماندان یکی از مراکزتان چرا پنجاب انتخاب کردین برای قرسک و برای رقص و برای دنبوره؟ قسمی که دیده میشه مناطق پشاور، اسلام آباد، این دیگه مناطق زیادترش مناطق پشتون نشین هستن و اینا با خراسانی ها بعضی مشکلات بین البینی دارن و ما نمیتونستیم که، و اونا بسیار داد از اسلام و مسلمانیت میزنن
ما مجبور به این شدیم چون که در پنجاب، در مثلا کراچی، در لاهور اوجا مردم آزاد مجاز هستند. اونو مردم که هستند دیسکوتیک، نایت کلاب، کاسینو، استرپ کلاب ها رو اونا خوششان میاد و اونا هیچ مورد افتخارشان است. و ما هم با کسایی رفت آمد می داشته باشیم که با رسم رواج ما، با کسای ما مثلا زیست میکنیم، زندگی میکنیم که با رسم رواج و عنانات ما اونا هماهنگ باشن. مثلا سعی کنین تاجیکستان دفتر ما را امروز از هفته گذشته دفتر مقاومت را جواب داد، مگر دفتر خراسان را جواب نداده. ما در تاجیکستان هم دفتر داریم. ما بالای پاکستان افتخار میکنیم. هر کسی که هر مملکتی که، اگر عروس باشه، اگر پاکستان باشه، ایران باشه، حتی اسرائیل هم اگر باشه، هر کسی که با ما دست را یکی بکنه و در مقابل طالب ها استادگی بکنه، از ما را دوست ماست، از ما را مملکت دوست برادر ماست و ما هم از پیشان ابراز خوشی میکنیم. و چرا نه؟ حتی یک گروپ در جهان پیدا شده به نام قمندان صاحب محترم. و قربانتان قمندان صاحب، اگر شما به رئیس تلویزیون شما خراسان اجازه بتین که خبرهای کوتاه را از خبرهای امروز که شما چی افتکارات را کردین، کدام پیشرفتای کردین، به شنونده ها بنوازد. جناب رئیس صاحب نشرات، اگر چیزی گفتنی دارین شما بفرمایید. فکر میکنم که اونا هم در لایف هستن، هم در جلسه که ما در رابطه با اجده سمبول داریم. فکر میکنم بفرمایید اگر رئیس صاحب چیزی گفتنی دارین. بزرگوار، من خودم همینجا تشریف دارم. امروز روز جمعه بود، کدام خبر نیست. دیگه جلسات بود، درباره اجده سمبوله جلسه داشتیم، درباره کمکایی که از چند کشور با ما رسیده درباره از او جلسه داشتیم. دیگه کدام خبر خاص امروز نبود. باز اگر خبر میخواین ببینین در صفحه ما هست، در همه اخبار ما در روزمره در صفحه ما نشر میشه. بخیر، سلامت. جنرال صاحب، دغه مولای مجید را لاندې افشن درته چولای دم. امی خرستانی که نوشته میکنه جنرال صاحب. خرستانی بس کړو. صاحب در مایک ته باندې کړه، مایک جو رهبر 1 میلیون خراسانی است. او جو مردم خرستانی توهین میکنه. راست میگه او امیر صاحب، خو کدام دوغ فروش و بادرنگ فروش نیست، رهبر 1 میلیون. رهبر صاحب، نمینجه ما از یک نفر شکایت دارم. به نام خان است، امی کل سر کرده، نمی کارای نمی است، نمی کمپای نمی برانداخت که خرستان بگن. هر جای میریم پشت ما میان در لایو اخلال میکنن. بزرگوار، اگر چند بار گفتم توهین نکنین، در لایو خودشان که میرم از دیگه اکانتا توهین میکنن. بزرگوار، نمی را اگر چیشای نمی جا معرفی کنین به مردم که بفهمن. رئیس به نشرات تلویزیون خراسان، از هر دوی تان یک جان تشکر. فعلا برنامه را با شما به اینجا به پایان میرسانیم. هر کسی که توهین کرده بسیار میبخشین. من نمیخواستم به شما توهین شوه. و اگه سوالای ما زش بود، از او پوزش میخوایم تا برنامه آینده. اگه صبح بود حتما شما را به برنامه دعوت میکنیم. در برنامه آینده ما به فرهنگ شما، به ماده 61 و 72 فقره 4 فقره 28 از دیا صحبت میکنیم. باز به با مردم تشریح بتین و کوشش کنین که وزیر خارجه تانم باید در برنامه امرای ما حضور داشته باشه. تشکر جنرال صاحب. امروز ما جلسات داشت، امروز رخصتی هم بود. دیگه انشالله در برنامه دیگه همه کابینه 20-25 نفر کابینه انشالله در اینجا میان. همه وزیرای ما انشالله تشریف میارن. بخیسته ایسا، شما هم باید خبرها و راپورای تا نمشته کنین و مردم آگاه کنین تا از فعالیت های شما آگاه باشن. زنده باش رئیس. دقیقا تشکر. و خیر ببینی خیر خوش جاسه بس میره بانیو که دا رو را سرگوچ خبرون میدر تا ده خراسانی آنو ویده دا خلق رسیه دا خبری که پخدای دوانیان خلو. نه ریختیا دا خبری دیگه و دیرش آره را دا خوکم تا دوغ فروش و بادرنگ فروش نو دا یو دیرش میلون به فرهنگ خراسانیانو مشروع دا.
جنرال صاحب دی مولوی مجید وارد کنه حضور پاس در سلام کنم کنه کنه یارا نخو وسورو را مولوی لا حول ولا قوه